جناب روزیس نوجوانه که میبینین فرزنده است که نامش عبدالرحمن است. عبدالرحمن صدیقی تخلص میکنه. شش مجموعه شعری که ما تا حال سرودیم و به چاپ رساندیم به همت امی پسر پاکیزه نهاد ما بوده که برای ما تایپ کرده، زحمت کشیده و همه افتخار چاپ امی فرزند پاک نهاد ما که واقعا به ما زیاد احترام داره، همه اولاد داره، همه داره، مگر زحمت زیادی را در ایسی چاپ کتاب ما را امی فرزند عزیز ما متحمل شده، در هر زمانی که خواستیم، در روز، در شب، در نیم روز، فقط میخواید اون نام خدا در چاپ در تایپ کردن مهارت فوق العاده زیاد. نام عبدالرحمن صدیقی، 18 ساله هستم و ما کتاب های پدر خود را تایپ میکنم، مشتاق کردم میتونم در وقت سیروی مکتب میرم، صف 12 هستم، سال آخریم است و ما بسیار خوشبخت هستم که میتونم به پدرم کمک بکنم، شعرش را تایپ کنم و میخوام که پدرم ایش از حد من باشه. آفرین بچه، تشکر، تشکر از اینکه صحت یاد کردی، برای اینکه در این دقایقی که تو صحت گفتی من مریضم هستم.
بیننده های نهایت عزیز و مهربان، شما از طریق برنامه های تلویزیونی نوید آگاهی حاصل کردین که محترم خواجه عبداللطیف صدیقی للندری، یک تن از شعرهای بسیار خوب ما، فرهنگی واقعا چیره دست ما، که مدت زمانی هست با مریضی پنجه نرم میکنن و شدیدن مریض هستن، گرچه که با همه تکالیفی که متوجه آلشان هست بازم بخواهش ما لبای گفتن، در چندین برنامه تشریف آوردن که من از ایشان جهان سپاس دارم و امروز هم اینا را زحمت دادم و از پیشان تقاضا کردم که من آرزو دارم با آواز قشنگ و مقبول خود شما از مجموعه از اشعارتان بر ما قرائت بکنین. اما شما تصاویری را که تماشا کردین، ما به خاطر از اینکه یک ایده از دوستان خیش و قوم و علاقمندان محترم خواجه عبداللطیف صدیقی للندری خواستم که چگونگی زندگیش که در حالت مریضی و بیماری قرار دارن به شما نشان بدم که شما هم درک بکنین که اینا به حالت مریضی قرار دارن، گرچه که از بارگاه خداوند همیشه تمنا کردیم و تمنای ممی است که صحت کامل نصیبشان بگردانه، بان هم خواستم که از چگونگی آل اول ساعتشان بر شما تصاویری را داشته باشیم و کتاب خانهش شما تماشا کردین که کتاب های بسیار خوبی دارن، همونطور خود مجموعه اشعار خودشان در کتاب خانهشان موجود است، تلویزیون 24 ساعته تلویزیون آریانا افغانستان تماشا میکنن، البته تلویزیون های دیگه را هم تماشا میکنن در وقت فراغت خود، لحظاتی که به اصطلاح بمودش برابر باشن، هر برنامه‌ای که مورد علاقهشان باشه حتما او را تماشا میکنن. به خصوص ناگفته نباید بگذارم بیننده عزیز که از روزی که برنامه تلویزیونی نوید آغاز به کار کرده محترم خواجه عبداللطیف صدیقی للندری در برنامه همیشه عصه گرفتن که من ممنونشان هستم، از پیشان جهان سپاس دارم. محترم للندری صاحب، من زیاد حرف زدم، چیزی باز گرچه که من نام شما را بارها گفتیم و از طریق تلویزیون ها پخش شده، از طریق رادیو ها پخش شده، از طریق رسانه ها به تبع رسیده، اگر خود شما در رابطه با زادگاهتان صحبت بکنین و در رابطه با فامیل محترمتان صحبت بکنین خوش میشه. تشکر جناب اورگزای سی و شما از اینکه قدم رنج فرمودین به کلبه و ایرانی ما، امید است مزاج علیل ما اجازه ای را برای ما بتک مدت را که ما در خدمت شما قرار دارم و با شما صحبت میکنم، درد دلی که ما دارم، احساسی که ما دارم، ادایی که ما دارم ای را بتانم به زبان بیارم و خدمت علاقمندای ما، دوستای ما که در پرده تلویزیون امید قمه را میبینن از او بشنوند و دست دعا را به حضور مولای حقیقی بالا کنند تا به روح پرفتوح معلای مزدکای متحر مقدس صدر و بدر کائنات خلاصه زبده و برگزیده موجودات حضرت خواجه عالم عالمیان کتمه دور زمان محبوب رب العالمین خاتم النبیین رحمت العالمین حبیب الله طبیب علت گناه شمس الدها بدر الدجا نور الهدا احمد مشتبه و من به روحانیت زو تا صحت ما دوباره از شفاخانه غیب اعاده شوه تا بتانم مثل گذشته ما به اشعار عارفانه، اشعار عاشقانه و اشعار میهنی که سرودیم ادامه بتم و خداوند به ما توفیق عطا کنه تا مرا از دامان فامیل دور نسازه.